سلام خدمت همه دوستان، کیوان اسفرانی هستم از گروه دکاگون سازه. قبل از هر چیز باید سال نو رو خدمت همه دوستان تبریک عرض کنم. انشالله سال خوبی داشته باشین. خیلی ممنون که همراه تیم دکاگون سازه بودین تو سال پیش و امیدوارم که با ویدیوهایی که سال جدید براتون میذاریم بتونیم کمک خیلی کوچیکی توی رشته عمران و معماری داشته باشیم خدمت دوستان. توی این قسمت قصد داریم در مورد اسکوپ های پروانه ای و انواع اسکوپ توضیحی بدیم خدمت دوستان، ببینیم فرق اسکوپ پروانه ای، سیمی و اینها با هم به چه شکل هستش. ببینید، اسکوپ پروانه ای به این صورته که ما میایم سنگ رو، حالا حداکثر این فاصله نیم متر باشه به نظرم مناسبه، به صورت 45 درجه شیارهایی میزنن و میان این، حالا شکلی که میبینید به صورت پروانه است و اسمشو گذاشتن حالا پروانه ای، به صورت زد هم حالا وجود داره که گلن رو بهش میگن اسکوپ های پروانه ای. میان به صورت 45 درجه، اینجا یک شیاری داره، توی این شیار که سنگ رو دادن میان اینها رو داخل سنگ قرار میدن و باعث میشه که کامل این درگیر بشه با سنگ و حالا اگه چسبم زده بشه خیلی مناسب تره، احتمال زنگ زدن و در رفتنش کمه و خوبیش نسبت به حالا اسکوپ های روش های دیگر به این صورت است که نهایتا یک شیار اینجا میخواد و یک شیار اینجا دیگه. شیاری به این صورت و شیارهای اینجوری و سیم و اینها نیاز نداره. مثلا این الان باز واضح تر میبینید که یک شیاری وجود داره، اینجا یک قطعه فلزی که وصله به این قطعه میره کامل داخل و دیگه این نمیذاره زمانی که ملات وارد ملات بشه نمیذاره سنگ در بره. اما روش دوم اسکوپ سیمی، ببینید به این صورته که حالا یک شیار 45 درجه اینجا و اینجا زده میشه و به صورت ضربدری مفتول های از جنس گالوانیزه که وقتی حالا داخل دوقاب میره زنگ نزنه قرار میگیره و میان اینجا ها لغمه هایی میذارن که اینجا یک فاصله این وسط داشته باشه که بدون دوقاب کامل نفوذ کنه و جلوگیری کنه از سنگ. خب ارزانتر نسبت به روش قبلی ولی خب وقت بیشتری میگیره، شیارهای بیشتری باید زده بشه و یه مقدار دردسر بیشتری داره و حداقل هم قطر این حالا سیم های گالوانیزه 1 میلیمتر تا 2 میلیمتر باشه دیگه، حداقلش اینها هستش. حالا عکسش رو اگه با هم ببینیم، ببینید شیار رو به این صورت، یک شیار اینجا، یک شیار اینجا و یک شیار اینجا، سه تا این ور سه تا اون ور و میان سیم رو کامل باید بره زیر این قسمتی که شیار خورد رد بشه و میبینید که یه سری لقمه قرار میدن که این وسط خالی باشه و تا کامل دوقاب و ملات بره و جلوگیری کنه. حتما جنسش گفتم گالوانیزه باشه که زنگ نزنه. هر 1 متر هم از این اسکوپ مواد استفاده کنیم، حالا اگه سنگ خیلی بزرگی داشتیم تا جلوگیری کنه. اما روش بعدی که حالا برای ساختمان هایی هست که معمولا اجرا شده و اسکوپ حالا یا نامناسب بوده یا اسکوپ نکردن، احتمالا دیدید ساختمان هایی که چند تا از سنگوش میریزه، میان به وسیله پیچ و رور پلاک میان سنگ رو به نما و اون قسمت پیچ میکنن که سنگ ها دیگه نریزه و موجب خسارت برای حالا افرادی که رد میشن نشه. که حالا این روش معمولا بعد اینکه گفتم سنگ ها مثلا خوب اسکوپ نشد و میریزه و اینا استفاده میشه، اما دو روش قبل در حین ساخت استفاده میشه و روش های مناسب تری هست از این روش و احتمال اینکه سنگ سقوط کنه مثلا با اون روش پروانه ای خیلی کم هستش. خیلی ممنون توجهتون، حتما کانال ما رو دنبال کنید. توی سال جدید ویدیوهای خیلی خوبی براتون در نظر گرفتیم. Thank you.